سرخط خبرها و مهمترین ها. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان: آمریکا با اشتباهایش حکومت پیشین افغانستان را سرنگون کرد. رفتار طالبان با زندانیان: از سوزن زدن به حالت تناسلی تا شلیک به کف دست. نخستین زن آمریکایی آفریقایی تبار منحیث قاضی محکمه عالی آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. و نوجوانی امیر جوان در حق امیر هزاره ها. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بر این باور است که اشتباه های ایالات متحده آمریکا در نشست بن درباره سرنوشت افغانستان سبب شد تا نظام این کشور پس از 20 سال در نتیجه توطئه بزرگ سرنگون شود. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اندپندنت فارسی، محمد عارف سروری که یکی از همکاران نزدیک احمد شاه مسعود در دوران جهاد و مقاومت نخست وزیر طالبان بود، در گفتگوی گفت احمد شاه مسعود میخواست محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان ریاست جمهوری افغانستان را بپذیرد. از همین رو احمد شاه مسعود دوبار با محمد ظاهر شاه که در روم به سر میبرد تلفنی صحبت کرد. سروری گفت احمد شاه مسعود محمد ظاهر شاه را شخص دموکرات میدانست که تعصب ندارد و میتواند برای منافع ملی افغانستان کار کند و سرنوشت بهتری برای این کشور رقم بزند. اما آمریکایی ها در نشست بن مانع شدند و اجازه ندادند شاه پیشین رئیس جمهور افغانستان باشد. عارف سروری که پس از سرنگونی رژیم نخست طالبان در افغانستان در فاصله سالهای 2001 تا 2004 رئیس امنیت ملی دولت آمد کرزی بود، معتقد است که اساس نظام افغانستان از همان سال 2001 با سیاستهای نادرست ایالات متحده آمریکا کج گذاشته شد و نظام این کشور در نتیجه توطئه سرنگون شد. محمد عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان که در سال 1996 مشاور سیاسی و امنیتی احمد شاه مسعود و از نزدیکترین همراهانش بود، در گفتگوی اختصاصی با اندپندنت فارسی گفت با آنکه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در سالهای 1374 تا 1380 که طالبان بر افغانستان مسلط بودند و احمد شاه مسعود با طالبان می‌جنگید و با نیروهای مقاومت علی شبکه القاعده همکاری میکردند، اما ایالات متحده آمریکا آن زمان نیز زیر طالبان نبود. سروری معتقد است سابقه حمایت ایالات متحده آمریکا از طالبان بعد از سالهای دور و همان دوران جهاد در برابر شوروی پیشین برمیگردد و گفت آزادی خواهی احمد شاه مسعود و حرف نشنویش از آمریکا سبب شده بود که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از احمد شاه مسعود حمایت نکند و از او دلخوشی نداشته باشد. به گفته محمد عارف سروری، ایالات متحده آمریکا پیش از حملات القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک در 11 سپتامبر 2001 با احمد مسعود توافق همکاری اطلاعاتی ضد شبکه القاعده امضا کرده بود و همین همکاری‌های جبهه متحد شمال سبب شد تا اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان و شماری از تروریست‌های بین‌المللی در افغانستان کشته شوند. رفتار طالبان با زندانیان: از سوزن زدن به حالت تناسلی تا شلیک به کف دست. در 10 ماه گذشته هیچ نهاد از آن میان سازمان ملل متحد اجازه نداشته است تا از زندانهای گروه طالبان بازدید کند. به نقل از اندپندنت فارسی، امیر افسر امنیت ملی در دولت پیشین افغانستان هنوز زخم بر جا مانده از زغال گداخته ای را که یک پلیس طالبان هنگام تحقیق روی ران پای راستش گذاشته است با خود دارد. امیر با نشان دادن این زخم گفت 3 نفر از افراد طالبان چندین شب پیوسته مرا شکنجه کردند و به تکرار پرسیدند که چند مجاهد طالب را شهید کردی. امیر افزود پاسخ برای این پرسش طالبان نداشتم و با التماس بارها با آنان گفتم در جنگ نبودم و بیشتر در بخش‌های اداری امنیت ملی کار کرده بودم. به گفته امیر در یکی از شبها و در جریان شکنجه و بازجویی یکی از شکنجهگران تکه‌ای از زغال سنگ مشتعل در بخاری را در آورد و آن را روی ران پای راستش گذاشت تا او را وادار به اعتراف کند. اما امیر در پاسخ حرفی برای گفتن نداشت چون در جنگ حضور نداشت و در مدت 6 سال کار با امنیت ملی هیچگاه با نیروهای طالبان مواجه نشده بود. طالبان او را در 10 نوامبر سال گذشته در اداره گذرنامه بامیان و هنگامی که می‌خواستند مرحله بایومتریک را انجام دهد بازداشت کردند.
افراد طالبان هنگام بازداشت به او چیز نگفتن، اما پس از آن که به زندان فرماندهی پلیس رفتند، دستها و پاهایش را بستند و یکی از اعضای طالبان به او گفت: به این دلیل در بازداشت هستی که مجاهدین ما را کشتی و حالا میخواهی با گرفتن پاسپورت از افغانستان خارج شوی. همسر امیر نیز عضو نیروهای پلیس در وزارت داخله افغانستان بود، اما به دلیل اینکه از قبل گذرنامه داشت بازداشت نشد. یکی از فرماندهان بلخاب در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد. او می‌گوید: خیلی ناجوانی کردی جناب، جنگ را در بلخاب پکه کردی ولی یک نفر کمکی نفرستادی و نیروهای طالبان را در مناطق دیگر مصروف و مشغول نساختی. درست است و می‌دانم خیلی از هزاره ها متوجه این مسئله نیستند و از تو به صفت رهبر مقاومت حمایت می‌کنند. او در ادامه میگوید: توصیه دوستانم را با دقت گوش کو و عمل کو. از این به بعد زیاد زرنگی نکو که باز خودت نیز گرفتار میشوی. و او در آخر میگوید: چنانچه که دیگرهایت زرنگی کردن و بعدها بدام افتادن. گزارش از فیسبوک رسمی محمد رفیعی. همچنان طالبان در کابل مشاور ریاست اجرایی حکومت پیشین را بازداشت کردند. منابع در کابل میگویند که طالبان داوود شامتین مشاور ریاست اجرایی حکومت پیشین و از فرماندهان جهادی را همراه پسرش بازداشت کردند. یک منبع به اطلاعات روز گفت که این پدر فرزند روز شنبه 11 سرطان از جاده شتل نایه 11 کابل از خانهشان بازداشت شده است. منبع به نقل از ساکنان محل افزود که موترهای زیری طالبان ساحه را محاصره و آقای متین پسرش را با خود بردند. تا کنون دلیل بازداشت این دو نفر روشن نیست. طالبان هم تا هنوز در این زمینه چیزی نگفته است. پیش از این هم موارد گسترده از بازداشت مقامها و نظامیان پیشین وجود داشته است. طالبان اما درباره این بازداشت ها چیزی نمیگویند. نخستین زن آمریکایی آفریقایی تبار مانهایس قاضی محکمه عالی آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. گیتانجی براون جکسون مانهایس نخستین زن آمریکایی آفریقایی تبار به صفت قاضی محکمه عالی ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کرد. خانم جکسون 51 ساله 116مین قاضی محکمه عالی بر آمریکا می باشد و پس از آن که استفن بریر از این سمت اعلام تقاعد کرد وای از سوی جو بایدن رئیس جمهور امریکا به این سمت نامزد شد. خانم جکسون زمانی در دفتر خانم استفن بریر کار میکرد. بر اساس رسم محکمه عالی امریکا خانم جکسون دو بار سوگند وفاداری یاد کرد، یکی توسط خانم بریر که چاشت امروز رسمن وظیفهش به پایان رسید و دوم توسط جان رابرتس وزیر عدلیه امریکا. خانم جکسون در جریان مراسم تالیفش گفت که مسئولیت‌هایش را پذیرفته از قانون اساسی ایالات متحده دفاع کرده و عدالت را بدون حراس و جانبداری تامین خواهد کرد. خانم جکسون همچنین نخستین وکیل مدافع عامه است که در محکمه عالی ایالات متحده خدمت خواهد کرد. او با سه قاضی دیگر زن در محکمه عالی می‌پیوندد و این نخستین بار است که در محکمه عالی آمریکا در یک زمان 4 قاضی زن ایفای وظیفه می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز گفت که مراسم تالیف تاریخی خانم جکسون گام عظیم بجله و ملت آمریکا را به تمام جوانان و دختران سیاه‌پوست نشان می‌دهد که اکنون خود را در بلندترین محکمه آمریکا می‌بینند. رئیس جمهور بایدن خانم جکسون را در ماه فوریه به این سمت نامزد کرد و مجلس سنای کنگره با 53 رأی موافق و 47 رأی مخالف او منحیث قاضی محکمه عالی انتخاب شد. با آن هم شمار از جمهوری خواهان از کار خانم جکسون منحیث وکیل مدافع و مجازات اندک به افرادی که در پورنوگرافی کودکان دخیل بودند انتقاد کرده و گفته بودند که او در مقابل مجرمین از نرمی کار میگیرد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدیوهای بعد شما رو به خداوند یگانه سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.